که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که ز خم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و صبر رد که بر آن همت فردوسی پرگس در دست، بوستاموند که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، هم زبانان منند هم زبانان منند. همایش امروز شما هم میهنان برای بزرگداشت خاطره و خدمات اعلی حضرت رضا شاه کبیر و اعلی حضرت محمد رضا شاه فرصتی است تا از قدر شناسی همه زنان و مردان مبارزی که در یاد و یادمانهای آن دو پادشاه فقید سربلندی، احترام و عظمت برباد رفته ایران عزیز را یادآور می شوند سپاسگزاری نمایم. گذشت زمان و فروریزی توهمات و تبلیغات زهرآگین دشمنان داخلی و خارجی، امروزه بیش از پیش خاطره و خدمات رضا شاه بزرگ و اعلی حضرت محمد رضا شاه را برجسته و درخشان می سازد. پادشاهی رضا شاه بزرگ در شرایطی آغاز شده بود که به قول یکی از ناظرین خارجی در آن عصر، ایران ملک متروکی بود، اما این ملک متروک و محروم از کمترین رفاه اقتصادی، امنیت اجتماعی، تجدد و حاکمیت ملی در دوران رضا شاه بزرگ و اعلی حضرت محمد رضا شاه به چنان درجه ای از پیشرفت، ترقی، استقلال و عظمت ملی و اعتبار بین المللی رسیده بود که موجب رشک بسیاری از کشورها بود. بی تردید آن همه سازندگی، سربلندی و عظمت ملی و بین المللی در پرتو همکاری و تلاش‌های شبانه روزی زنان و مردان ایران دوست و فداکاری‌های جان باختگان میهن پرست میسر شده بود که ایران را آزاد و آباد و سربلند می‌خواستند. از همین رو من در این همایش یاد و نام این سازندگان و جان باختگان میهن را نیز عزیز و گرامی می‌دارم. شاهنشاه فقید با نگرانی از آینده ایران در پاسخ به تاریخ نوشته بودند: امروز بسیاری ارزش‌های ملی مردم ما تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق افکنی و انتقام جویی قرار گرفتند، ولی تردیدی ندارم که ارزش‌های جاودانی در آینده‌ای نچندان دور زندگی از سر خواهد گرفت. تنها پرسشی که برای مطرح است این است که بازگشت به روشنایی چه مدت طول خواهد کشید و ایرانیان تا کی گرفتار سراب خواهند بود. با وجود تبلیغات سنگین و زهرآگین سالهای اخیر، برای من باعث دلگرمی است که می‌بینم دوران دو پادشاه فقید سلسله پهلوی
امروزه به عنوان دوره رنسانس ایران یا عصر ایران نوین تلقی می‌گردد، به طوری که بازگشت به آن پیشرفت، رفاه و عظمت ملی بر باد رفته، الهام بخش امید و مبارزه کنونی زنان و مردان و خصوصاً جوانان و دانشجویان ایران است. در پرتو آگاهی عمومی و بیداری ملی است که معتقدم شاهنشاه فقید پاسخ خود را از تاریخ دریافت کرده است. با توجه به بیداری و آگاهی‌های ملی و اطلاع مبارزات زنان و مردان میهن پرست است که ما نیز در این همایش به پرسش شاهنشاه عزیز از دست رفته ایمان پاسخ می دهیم که بازگشت روشنایی طول نخواهد کشید و با اتحاد و همبستگی ملی به گفته حافظ نیک گفتار این شام صبح گردد و این شب سحر شود. خاک وطن، خانه دوست، گر شدم از تو برون با چشم پراب و قلب آغشته به خون، سوگند به خاک درت ای کاخ امید، تن بردم و دل نهادم اونجا به درون. امروز برای شما من دروی یک سکه ای رو خواهم باز کرد. بگذارید اول ورود به این مرداد ماهی رو عرض بکنم که مرداد به معنای وسیع کلمه مرداد بود، روزی که نه امرداد بلکه مرداد. ما اولین مهاجرینی بودیم که پا در کالیفرنیای جنوبی گذاشتیم، تعداد اندکی بودیم، تعدادی که با یکدیگر دور بودیم، در هر کوچه و خیابونی هم که میرفتیم سعی میکردیم از هم دیگه جدا بشیم، نه اینکه که چش کسی به کسی بیفته، برای اینکه هیچ کدوم نمیدونستیم که کجا هستیم چه میکنیم. در این روزگاری بود که پادشاه فقید سرگردان در روی آسمان‌های جهان بود، مردی با اون حشمت و جاه که تمام جهان دروازه‌هاش به روش باز می‌کرد، حالا به خاطر این بلیه‌ای که در ایران آمده بود، به خاطر این فتنه‌ای که جهان به پا کرده بود، در آسمان‌های جهان می‌گشت و به دنبال خانه‌ای بود که لحظه‌ای بیاد نفسی بکشه، نفسی تازه بکنه و این بیمار تن رو دوایی ببخشد. ولی در همون لحظات بود که هر جا که میرسید صدای ضربه های تیری که سینه های افسران او رو سوراخ میکرد بیشتر از هر نیشتری بر وجود او فرو میرفت. خب آنچرا که شهبانوی ایران گفتند در همین مختصر سخن کافی بود که بدونید که امروز بعد از این 36 سالی که گذشت چگونه جهان امروز متوجه قضیه شده است. جهانی که در اون روز سکوت کرده بود، پادشاه ایران در فضای جهان میچرخید و امریکا، انگلیس، اسرائیل، کشورهای خاورمیانه، ژاپن، تمام کشورهایی که امروز کشورهای مطرح جهان هستند یک سکوت عظیمی کرده بودند. از کجا چنین اتفاقی افتاده بود؟ امروز آرام آرام ابرها کنار می روند و خورشید حقیقت آرام آرام در می آید. آنچه که مهم بود اون روز، اگر پادشاه فقید در یک لحظه از جهان که می رود با رفتن خود در همین لس آنجلس ما یک باره در یک سالن بزرگی که بچه ها گرفته بودن، همه ماها مجزا بودیم. امروز من میدونم در کجام، در لس آنجلس، هر جایی که بگیم مانند یه راننده تاکسی براتون 30 ثانیه میبرمتون اونجا. در اون روز ما از تهران اومده بودیم امریکا و هیچی نمیدونستیم هیچ جا کجاست. تماشاخانه‌ای به نام ویلشر ایبل تیتر، یک تماشاخانه‌ای به نام ایبل رو در ویلشری که امروز هست، دیگه الان برای ما متعدد توش هست، رو رفتن گرفتن. این 3-4 تا بچه های فوق‌العاده فعال. و وقتی با ما صحبت کردن گفتم چطوری ما میتونیم آخه 1300-1400 تا جمعیت در اونجاست،
الان با این شرایطی که هست اونور جمهوری اسلامی وایساده، اونور دانشجوها طفلکا لچک بسته بودن سرشون، دلشون می‌خواست برگردن به اونجا، اون طرف مجاهدین خلق بودن. در این شهر چگونه ما این افراد بده کنیم؟ خانم آقایان، اگر واژه معجزه رو بشه استفاده کرد، در همین شهر ظرف مدت 3 ساعت 4 ساعتی که مانده بود که ما بریم به این ویلچری بل، حالا وسایل خبر پراکنی هم نداریم به اون شکل، یه دونه تلویزیون داریم، یه دونه رادیو داریم، هفته‌ای دارن در میان، اگر در بیان یه چند تا روزنامه هستن که اگر شما بریم به یک بقالی که از هم فرار نکنید میتونه پیدا بکنید. ما راجع به 35 سال پیش داریم صحبت میکنیم. باورتون نمیشه این سالن پر شد و پر شد و پر شد و پر شد، لبریز دم در دیگه اجازه نمیدادن بیا تو، برای اینکه میگفتن آقا شما بیمه به اندازه اینجا دارید. و تمثال پادشاه فقید، من نمیدونم چگونه از کدام خانه با همت چه کسی به اندازه تمام این صحنه به بزرگی بر وسط صحنه نشسته بود. سخنرانان هر کدام که میرفتند شیفتوار درباره مردی میگفتند که جهان به او مدیون است. آن روز، آن شب، یک صف طولانی بسته شد برای اینکه هر کسی بره ادای احترام بکنه. تمثال پادشاه بود، پرچم شیر خورشید نشان و دستهای گلی که آمده بود، همه رفتند و ادای احترام کردند. من آن شب اعلام کردم که خانم آقایان، اگر من تا امروز یک تن بودم، امشب 1000 تنم و این 1000 تن 1000 تن خواهند شد. و نشانان که در تمام سالیانی که شب وفات پادشاه فقید رو ما گرد هم دیگر بودیم تا 28 سالی که الان داشتید میدیدید، تمام تلاش برام بود که ما بگوییم که بودیم، غافل از آن که فریاد ما تعدادی رو خب نگران میکرد، تعدادی هم دلسوزانه، شاید از روی دلسوزی، شاید هم از نه میمونم بودم. آقای مفید، شما این همه که فریاد میزنید آخه به کجا رسیدیم ما؟ غافل از آن بودند که تاریخ همینه معنیش، یعنی قطره هایی که آرام آرام بر روی سنگ خارایی میاد و اون سنگ خارا رو از هم دیگه میشکند. 3 چیز در مسیر ما حرکت کرد. 1، آنکه گرایش مردم هر سال بیشتر از سال پیش شد. در 2 مورد 22 بهمن با تمام تلاش عدم جمهوری اسلامی رو فریاد زدند و در شب پادشاه فقید دوران پهلوی رو ستودند. چهرهایی که در این شبها می آمدن ناگفتنی است، اما این شبها به اضافه 2 مطلب دیگری که می آید، تاریخ رو در واقع آسفالت می کرد. این تاریخی که می رفتن اینها در جمهوری اسلامی با عوض کردن کتاب ها، با تحریف، با کشتن شاعران، با بیرون راندن مردم، با تمام این کارا، با تهدید، با تحبیب، با رفتن جاسوسی در خانه مردم که نکنه بابا یه چیزی به پسره بگه، پسره که میرفت تو مدرسه نکنه معلم یه چیزی بهش بگه، تصاویر رو پاک کردن، عکسای آقایون رو هر چی گنده تر چسبوندن به در دیوار، اما متوجه نبودن که نسلی که در درون خودشون داشت به وجود می آمد در انتظار شنیدن تاریخ واقعی بود. و این تاریخ واقعی هر سال گفته شد و گفته شد و گفته شد. بر بچه هایی که با من بودند و ما با یکدیگر بودیم خستگی ناپذیر همین الان که من پاما اینجا بذارم بیرون، بچه ها هستن هنوز. چرا؟ برای اینکه معتقد بودند که یک چنین اتفاقی که افتاده است در دوره ما غیر عادی بوده. این چیزی ره که من در امریکا دارم میبینم، این چیزی که من امروز دارم در امریکا میبینم، این چیزی نیست که من در ایران نداشتم. این مرد امروز، این پادشاه با این عظمتش میاد در مصر و اوست انور سادات است که او را میپذیرد. و وقتی که فوت میکند، این شکلی است که ریچارد نیکسون در اونجا میره و پادشاه آن روز، پادشاه قسم خورده جوان که ما او رو پادشاه جوان می نامیدیم و امروز حالا عرض میکنم خدمتتون، و شهبانوی ایران همسایه خانواده اومدند و یک مردی رو بر تاریخ سپردند که این مرد مرد مردان دوران خودش بود، آنچرا که توانسته بود کرده بود. حالا به 4 و 5 مرداد می رسید.
جوانی که آن روز مشروطیت رو پذیرفت داره بزرگ میشه دیگه، حالا پادشاه جوان و نوجوان اینا نداره، اون داره بزرگ میشه و هر سال با پیامی که میده این رشد و نمو خودش رو نشون میده. یک بار از اون مسیر حرکت بیرون نرفته است. حالا در اون مورد داریم میاد. در داخل ایران هم بعد از اولین رفتن تلویزیون های ماهواره‌ای در ایران که من هم در اون سیاره بودم که در داخل خانه ها آمدیم، یک هیاهوی عظیمی در داخل ایران رخ داد. جهان متوجه شد که جوانان ایران دیگر با اینها نیستند. تلفن هایی که برای ما میامد، پولی که سرازیر شد، ملتی که عاشقانه میخواستن که ببینن این شکل قضیه رو ببینن، از قیافه ریشوی دروغگوی دروغ پردازا خسته شده بودن، دلشون میخواست بانوانی رو ببینن با لباسهای زیبا، با موهای زیبا و هیچ گونه پیچیدگی نداشته باشد. آقا برنامه دیوانواری شد. بعد از اون حرکت اینترنت ها بود. حالا در اینترنت ها نوجوان ها و جوان ها میتونستن خودشون برن تاریخ رو در بیارن. آنجا بود که جمهوری اسلامی با تمام وجود باخت، تمام تحریف رو دیدند که خمینی چه ادعایی داشت و چگونه شد. اینها قصه هایی است که در تاریخ مانده است. نگران این است روزی که پادشاه فقید پاسخ به تاریخ رو نوشتند، پاسخ به تاریخ رو همونطور که شهبانو فرمودند دیدند. امروز ما داریم میبینیم. اما پدر من همیشه وقتی که وارد گود ما میشد و در حال نمایش بودیم و کار بودیم، میگفتش که پهلوان زنده رو عشق است. این اصطلاح زورخانه ها بود، به این معنا که پهلوانان گذشته خود تاریخی دارند که باید اون دفترشون دفتر خودشون باشه. پهلوان امروز رو باید ببینید کی در این میدان هست. من این 5 مرداد رو اجازه بدید که شما رو ببرمتون سر یک مصاحبه، مصاحبه که در بین نوروز گم شد و اکثر شما ندیدید. دوستانی که با من خیلی هم نزدیکن بعضی وقتا، البته نه اینکه فقط در مسیر این فکری ما باشن، مختلف هستن و میدونن که خب گروهی ما در اینجا هستیم در لس آنجلس که پشتیبان حرکت های رضا پهلوی به معنای یک رهبر این جنبش جدید هستیم، میپرسن که ما صحبت ایشونو کم میشنویم، ما میخوام بدونیم ایشون دقیقاً چی میگن. درست هم دارید میگید، برای اینکه بعضی وقتا تلویزیون ها در جایی چیزی پخش میکنن که شما نمیدونید. اتفاقا در وایس آف امریکا 3 جوون نشستن پلو هم دیگه. کسی که داره مصاحبه میکنه برای بچه جوون خیلی نسل بعدی ما هستن، یک نفر دیگری که از پاریس اومده اون جوونتر از دوتای ایناست و یک جوان دیگری به نام رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، فرزند پادشاه فقید، مردی که من امروز به شما عرض میکنم که افتخار میکنم اگر او رهبری من رو داشته باشد. برای اینکه دقیقاً متوجه بشید که من چی میگم، به جای اون که ببرمتون و من قصه رو بگم و بگویم او کیست، خود شما در این مصاحبه ببینید. توجه خاصی بکنید به سوالها، به پاسخها و نتیجه بگیرید. خانم آقایان، پهلوان زنده عشق است. با من باشین تا گم نشید. امشب افق شاهزاده رضا پهلوی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از USC یا دانشگاه جنوب کالیفرنیا، نویسنده 3 کتاب گذشته و آینده، نسیم دگرگونی و ایران زمان انتخاب، خلبان جت‌های جنگی که دوره آموزش نیروی هوایی آمریکا در پایگاه ریس در تگزاس رو با موفقیت پشت سر گذاشتن. ایشون در استودیو با ما و شما هستن، خوش آمدید. و آقای سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران، فوق لیسانس حمل و نقل از دانشگاه تهران، فارغ التحصیل توسعه پایدار در ساخت شهری از فرانسه و فایننس در کالج آمریکایی پاریس از شهر پاریس با ما و شما هستن. درود به هر دوی شما. به افق خوش آمدید. آقای پهلوی، بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید رو دیدید و حتما خواندید. در آستانه سال جدید خط‌کشی کردن، اشاره میکنن حساب خودشون رو با آرزومندان بازگشت حکومت‌های فردی غیر پاسخگو جدا کردن، جمله حساب شده‌ای به طرفداران نظام پادشاهی. آیا شما در پی بازگرداندن حکومتی غیر پاسخگو، حکومت فردی هستید به ایران؟
ابتدا اجازه بدید چون اشاره کردید به آستانه سال نو، نوروز رو به همیهنانم هم تبریک بگم در داخل ایران و در سرتاسر جهان و همطور به خود شما و میهمان دیگرمون در این برنامه. ببینید، من فکر نمی کنم که کسانی که طرفداران واقعی یک نظام دموکراتیک هستند در قالب حتی فرم پادشاهیش که نظیرش رو در کشورهای مثل ژاپن یا سوئد یا هلند یا بلژیک یا اسپانیا میبینید، اصلا مبنا رو بر اساس حاکمیت فردی باور داشته باشن. چون تو دنیای امروزی محال عقله که کسی زیر بارش بره، حالا چه در فرم جمهوریش چه در فرم پادشاهیش. مسئله محتوای نظام‌هایی است که بر مبنای سکولاریسم و دموکراسی پایه‌ریزی شده باشن. و وقتی که من اشاره به مسئله سکولاریسم می‌کنم، تجربه مستقیم ملتی است که حکومت دینی رو دیده و مفهوم واقعیش رو امروز درک کرده و مسئله جدایی دین از حکومت رو به عنوان یک پیش‌شرط نظام دموکراتیک میدونن، اضافه بر تمام مسائل دیگری که به اعتقاد من باعث در بطن قانون اساسی اون کشور باشه. به احتمال خیلی قوی امیدوارم در آینده ایران قانون اون نظام دموکراتیک بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، چون خیلی از تضمین‌ها و خواست‌های اجتماعی و سیاسی و حقوق انسان‌ها در تمام موارد در اونجا مستتر هست و کاملاً بیان شده. بنابراین من بعید میدونم که اگر کسی باشه در این دنیا امروز که اعتقادی داشته باشه به حکومت فردی، واقعا در اقلیت محض هستن و در واقع نواقع بین هستن و منافع مملکتشون رو در عمل نه درک کردن نه فهمیدن. ولی اعتقاد دارید که الان جنبش اعتراضی ایران با مشکل رهبری روبرو هست؟ اون بحث است دیگر. در هر حرکت و نهضت سیاسی در هر زمانی از تاریخ، هیچ حرکت مردمی نهایتاً بدون یک عامل هماهنگی و رهبری راه نهایی خودش رو پیدا نکرده. ما بایستی درک بکنیم که خواسته جامعه امروز در شرایط بسیار سختی داره بیان میشه، در شرایط خفقان کامل، سرکوب کامل و شاید خیلی از مسائلی که جوامع آزاد بهش به صورت طبیعی متکی هستند، مثل فرض کنید احزاب سیاسی، مثل فرض کنید مطبوعات آزاد، مثل فرض بکنید سندیکاهای کارگری و غیره و غیره، معمولا خب میتونن حفاظت بکنن از خواستها و نیازمندیهای یک جامعه. شما وقتی که با یک رژیم توتالیتر سرکوبگر سر و کار دارید و بایستی مبارزه رو طوری شکل بدید که بتونید از تمام تکنیک ها و تاکتیک های لازم استفاده کنید، قطعا به یه مرحله میرسید که بدون یک نوع رهبری و به اصطلاح هماهنگی کار مشکل تر میشه. سوال بنابراین اینجاست که با توجه به شرایط بسیار مرکبی که در کشور ما هست، یعنی میخوام بگم که یک حرکت ساده تنها نیست، در خیلی زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف باید کار تقسیم بشه، چگونه میتوان بنابراین راهی پیدا کرد که وسیله که میتونه اون نقش هماهنگی و رهبری رو ارائه بده به وجود بیاد؟ من شخصا معتقد هستم که ما امروز در دورانی زندگی میکنیم که رهبری فردی مگر اینکه به عنوان یک سخنگوی سمبولیک نهایتا ظاهر بشه، نمیتونه در عمل بدون اینکه بر مبنای یک نوع کنسانسوس یا همفکری و رسیدن به یک توافق سر برنامه مشترک باشه، به خاطر اینکه به هر حال ما با جریانات مختلف عقیدتی و سیاسی سر و کار داریم، در بعد یک حرکت ملی که در اصل فرامسلکی و فراسیاسی است، بتونیم به یک سلسله توافق‌های سر اصول کلی در هدفی که داریم و منظوری که داریم روشن کنیم، اون وقت فکر کنم آسان‌تر میرسیم به این که چگونه میتوان از داخل این رهبری‌های لازم رو در کار مشخص کنیم و پیدا کنیم و بنابراین بر اساس اون کار تقسیم بشه تا بهتر بتوان در این حرکت موفق بود. آقای قاسمی نژاد، صحبت‌های آقای پهلوی رو شنیدید. میدونم شما از منتقدین شیوه رهبری جنبش سبز هستید. اگر نکته در مورد صحبت‌های آقای پهلوی دارید در مورد اینکه رهبری فردی الان محلی از اعراب در واقع در بخش عمده از بحث نداره، باید به سمت حرکت‌های هماهنگ گروهی حرکت کرد و شاید شورایی، شما چطور می‌بینید مسئله رو؟ من و سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای پهلوی و خدمت همیهنانمون. در مورد صحبت این بیانیه شورای هماهنگی، من به نظرم نکته درستی رو گفتن. کسی حکومت فردی غیر پاسخگو نمیخواهد، به همین دلیل هستش که مردم ما خواهان بازگشت به دوران طلایی حضرت امام نیستن، چون که آقای خمینی مستبدترین، غیر پاسخگوترین و فردگراترین، یعنی کسی که تمام قدرت رو در دستان خودش متمرکز کرده بود و به همین دلیل به نظرم حرف درستی زدن و بهتر استش که اون کسانی که مدام اعلام میکنند که مردم خواهان بازگشت به دوران طلایی حضرت امام هستند، این سخن درستی رو که گفتند آویزه گوششون کنند.
در مورد بحث رهبری در جنبش سبز، من بگم آنم جامعه ما امروز جامعه متکثری است، یعنی این تکثرش در خود جامعه ریشه دوانده، گروه های مختلف در جامعه هستند و متشکل هستند. به همین دلیل رهبری فردی در فضای کنونی جامعه ما پاسخگو نیست، خصوصا که ما تجربه تلخ آقای خمینی رو داریم. پیشنهاد من، مدلی که من فکر میکنم برای ایران مناسب هست، یک نوع رهبری شورایی هست، حالا مثل کنگره ملی در آفریقای جنوبی یا در هند، یا مدلی که شورایی باشه و با توجه به خصایص کشور خود ما طراحی بشه. اما بر شورایی بودنش تأکید دارم و فکر میکنم یکی از پاشنه آشیل های جنبش سبز، یکی از مشکلات جنبش سبز این بوده که جامعه متکثر بوده ولی رهبری علارغم تلاشی که شده نتونسته این تکثر رو در خودش بازتاب بده و ارتباط مناسب به این تاریخ شکل نگرفته. آقای پهلوی، نکته‌ای که در این مدت من دیدم بارها شما اشاره کردید این که سعی کردید پرهیز بکنید از بحث بین پادشاهی و جمهوری برای اینکه یک همسویی ایجاد بشه، برای اینکه در واقع تعریف ما از آزادی و دموکراسی مبنای مبارزات قرار بگیره. چطور شما عملاً در مسیر این گذاری که بارها هم ازش صحبت کردید، انتخابات آزاد، همه بحث از این میکنن که باید انتخابات آزاد برگزار بشه، شخص شما در این فرایند چطوری در واقع میخواد عمل کمک میکنه به اینکه این انتخابات آزاد در ایران برگزار بشه؟ اولا بهتون بگم که من سال هاستش که با تمام طیف‌های موجود مملکت از دید ایدئولوژیکش برخورد داشتم، تماس داشتم، رابطه داشتم، صحبت داشتم و همکاری داشتم، به خاطر اینکه از ابتدا لااقل دیدگاه خودم رو به این شکل و نقش خودم رو به این شکل معرفی کردم که در این مقطع زمانی، یعنی زمانی که ما مملکتمون مواجه هست با یک مشکل اساسی که نهایتاً برمیگرده به ماهیت و ذات یک نظامی که کوچکترین همگنی با خواستهای آزادی خواهی، حقوق بشری و دموکراتیک مردم ایران نداره و در واقع یک مرزبندی بیشتر ما نداریم، کسانی که در جستجو و تلاش حفظ و ادامه نظام هستند و کسانی که باور دارند که بهترین راه خروج از این بن‌بست و برگشتن به مسیر ترقی و پیشرفت و مدرنیته و آزادی حکومتی است و نظامی است که برآمده از خود مردم باشه، حاکمیت مردم رو تضمین بکنه، قانون‌گذاری رو به دست مردم بسپاره و در اصل دموکراسی واقعی رو بتونه برقرار بکنه. و من همیشه گفتم که مسئله برای من محتوای نظام هست، نه شکل نهاییش. شکل‌های دموکراتیک رو در دو فرمش ما میتونیم ببینیم. این انتخابی است که مردم ایران در اون زمانی که سر این موضوع اختلاف نظر و سلیقه هست خواهند کرد. اما امروز هر کسی که خودش رو طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میدونه، در واقع در یک سنگر متحد در مقابل یک دشمن مشترک دارن مقابله میکنن. و از نظر رابطه‌ای که بین این جریانات میتونه باشه، من همیشه پیشنهاد کردم که دوستان هر رأیی که دارید فعلا این رأی رو بذارین جیبتون، ما شرایط آزادی رو در مملکت برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی تا موقعی که ما فضای باز سیاسی نداشته باشیم، تا موقعی که حق انتخاب آزاد نداشته باشیم، تا موقعی که نتوانیم کاندیداهای خودمون رو آزادانه انتخاب بکنیم، تا موقعی که نتونیم حرفمون رو اصلا بیان بکنیم، تا مردم بتونن در یک مناظره باز نظر خودشون بدن، افکار عمومی رو بتوان سنجید و نهایتا میزان صندوق رأی باشه، اگه قرار باشه این وسط اختلاف نظری حل بشه. تناقض تو این بحث نیستش وقتی صحبت از این میکنیم که بسیاری میگن که الان بر سر رفتن آیت الله خامنه ای توافق بکنی، بعد فکر میکنیم که بعدا چه خواهد شد. الان اختلافا بر سر این که چگونه انجام بشه و چه در واقع این به نظر میاد تضاد و تناقضی در این بحث. ببینید، اولا برگردیم به 32 سال پیش، یادمون نره که نیروهای مخالف نظام پیشین اون موقع حرفشون بود که فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه. خب نتیجهش چی شد؟ ما این بار به مردم نمیگیم حالا جمهوری اسلامی بره بعد ببینیم چی میشه. این بار مشخصا پیشنهاد میگیم به شکل شفاف که جاش چی رو ما تجویز میکنیم و نهایتا انتخابش با مردم. اما خمینی هم که از بین رفت طوری نشد، یعنی نظام همچنان برقرار موند. امروز هم بگیم آقای خامنه‌ای در حیات نباشه، نظام الزاما از بین نمی ما بس درک بکنیم که کسانی که متکی هستن به این نظام، منافع خاص دارن در این نظام، یا اصلا معتقد به ماهیت و اهداف این نظام هستن، آیا واقعا این افراد منزوی هستن از دید جامعه؟ و به جای که این نظام بیاد 90 درصد مردم ایران رو منزوی کنه و به کنار بگذاره، اون 90 درصد، این 10 درصد حداقلی رو که به زور میخوان حکومت بکنن رو کنار بگذارن. متأسفانه چه روشهایی؟ سر روشش خیلی صحبت هست. ما آیا میتونیم این کار رو از طریق بدون خشونت و از طریق مبارزه مدنی انجام بدیم؟ و علتی که من روی این نکته تاکید میکنم و امیدوارم زیاد پرحرفی نکنم این وسط، به خاطر این هستش که هیچ انقلابی
یا هیچ حرکتی که با یک مسئله توحش یا کشت و کشتار درگیر بوده باشه معمولا نتیجه دموکراتیک رو نمیده و فقط یک دیکتاتوری رو با یک دیکتاتوری دیگر جایگزین میکنه. این به نظر من درسی است که و عبرتی است که باید از کل تاریخ بگیریم و بنابراین مسئله همبستگی و تقدم دادن به هدف ملی فرا مسلکی، فرا حزبی، فرا عقیدتی امروز اون بستر مشترک رو میتونه به وجود بیاره، برای اینکه ما یک توافق سر اصولی که براش مبارزه میکنیم به وجود بیاریم و در نتیجه این توافق اون وقت ساختارهایی که میتونه از توش در بیاد عملا به وجود بیاد. و من کاملا همعقیده هستم با نظر میهمانمون آقای قاسمی نژاد که به شکل شورایی شاید بهترین نحوه خواهد بود که همه مشارکت داشته باشن و نشون بدیم که دورنمای دموکراسی آینده در یک جامعه کثرت‌گرا از حالا میتونه این تولرانس یا قبول کثرت در عقیده رو اما هم پسنگر در یک هدف مشترکی منافع کل جامعه در نظر گرفته امروز میتونیم باشیم، برخلاف اپوزیسیونی که اون زمان فقط دعوا سر قدرت داشت اما الزاماً راه حلی رو ارائه نداد که درد اصلی جامعه حل بشه، همونطور که امروز مشاهده میکنیم. خب شما بارها صحبت از این کردید که اگر یک پادشاهی مشروطه در واقع شکل بگیره، یک پادشاهی پارلمانی نظامی اینچنین در واقع شکل بگیره، شما برای خودتون نقش یک در واقع رهبر متحد کننده ایران رو بیشتر قائل هستید تا یک رهبر سیاسی که قراره در واقع بر تصمیم گیری های سیاسی روزمره نقش بازی بکنه؟ آقای قاسمی نژاد فکر میکنم که نکته مهمی رو در این ارتباط دارن و بحث رو مطرح میکرد آقای قاسمی نژاد که نسل امروز و حامیان بازگشت پادشاهی هر دو در واقع نیروهای متجانسی نیستن که آقای پهلوی بتونه حمایت از اونها به طور همزمان کسب کنه، درسته؟ ببینید در جامعه ما در مورد بحث پادشاهی بازگشت پادشاهی سه دسته هستن. یک دسته خواهان بازگشت پادشاهی به هر قیمتی هستن، یک دسته خواهان عدم بازگشت پادشاهی به هر قیمتی هستن و یک دسته هستن که فراتر از اینها میبینن، این که حکومت ها، نظام ها، ایدئولوژی ها آیا منجر به رفاه برای ایران میشن یا نه، آیا منجر به آزادی برای ایران میشن یا نه. من فکر میکنم که جامعه جوان ایران نگاهش این نگاه سوم هستش. یک نکته دیگر این هستش که در طی این 30 سال به گمان من نگاه جامعه ایران به حکومت پهلوی تغییر کرد، یعنی یک نگاه مثبتی است. به هر حال دستاوردهای حکومت پهلوی در یک سری عرصه‌های، در عرصه اقتصادی، در عرصه یک سری حقوق اجتماعی مثل حقوق زنان، در عرصه سیاست بین‌المللی دستاوردهای درخشانی بوده. به این معنا نگاه جامعه ایران و نگاه جامعه جوان ایران به این مثبت هست. اما این به گمانم هم یک پتانسیلی برای آقای پهلوی هستش، به این عنوان که نگاه جامعه به میراث ایشون مثبت هست، یک امکان داره که آقای پهلوی رو هم به اشتباه بندازه. ببینید نگاه جامعه جوان ایران اگر مثبت است به پادشاهی نیست، به اون میراثی است که من اسمش رو میگذارم ناسیونالیسم توسعه‌گرا، یعنی توسعه ایران بر مبنای ناسیونالیسم ایرانی. این به گمانم میراث مثبت حکومت پهلوی هستش. تأکید بر مشروطه، یعنی تأکید بر نهاد پادشاهی، به گمان من موجب شده که آقای پهلوی اون پتانسیلی که دارند رو نتونن بالفعل بکنن، یعنی پتانسیل یک رهبر. این پتانسیل یک رهبر در گرد آمدن حول اون میراث مثبت پهلوی است، یعنی ناسیونالیسم توسعه‌گرا. من یک سوالی از آقای پهلوی دارم. شما میدونید نقش پادشاه مشروطه یک نقش تشریفاتی هستش. ما فرض کنیم که ایران الان اصلا آزاد شد، من پیگیری میکنم کارهای شما، شما دلسوز کشورتون هستید، میهنتون هستید، آیا شما راضی میشید وقتی این پتانسیل رو دارید که بیاید به عنوان یک رهبر سیاسی وارد بشید، برید بشینید کنار و به عنوان یک پادشاه مشروطه که به لحاظ قانونی کاری نباید بکنه، یعنی کارکردی نداره، کارکردش این هستش که نظری نداره. من فکر میکنم شما برای اینکه ایران به کدوم سمتی باید بره نظر دارید و به گمان من همونطور که گفتم میراث شما پادشاهی نیست، میراث شما ناسیونالیسم توسعه‌گراست. از ابتدا هم میراث خاندان پهلوی قرار نبود پادشاهی بشه، رضا شاه جمهوریت رو میخواست بنیان بنهه، اون کسانی که جلوی او رو گرفتن روحانیت به عنوان نهاد پاسدار سنت بود. از یک طرف دیگه میراث پهلوی مدرنیزاسیون هستش، نقش کارکرد پادشاه مشروطه پاسداری از سنت هست. این تناقضی هست که پدر شما باهاش درگیر بود،
و نتونست حل کنه و به گمانم الان شما هم باش درگیرید و به همین دلیل پتانسیل بالقوه شما برای تبدیل شدن به یک رهبری سیاسی بالفعل نشده. ضمن اینکه من با احترامی که برای شما قائلم فکر میکنم شما بین این دو نقش مدام در نوسانید، یعنی گاهی چنان عمل میکنید که گویی پادشاه مشروطه هستید، گاهی چنان عمل میکنید که میخواهید در هیئت یک رهبری برای گذار ایران به دموکراسی از این حکومت ظاهر بشید. این دوتا با هم به نظر من جور در نمیاد. ضمن این که باز من یک انتقاد به شما دارم، شما هر کدوم از این دو نقش رو بخواید بپذیرید، چه پادشاه مشروطه بخواید باشید، چه بخواید یکی از رهبران مؤثر یا رهبر مؤثر در گذار به دموکراسی در ایران باشید، شما نیازمند این هستید که اطرافتون آدم‌هایی باشن که جامعه بشناسه، حداقل یک تشکیلات حداقلی باشه. الان همه چیز به خود شما منتهی میشه. ما نمیدونیم مشاور اقتصادی شما کی است، مشاور سیاسی شما کی است، مشاور فرهنگی شما کی است. جامعه نیاز داره که برای اینکه به یک رهبری اعتماد بکنه، به یک شخصیت اعتماد بکنه، افراد استخاندار، افراد که بهتون به معتمد و اطراف او ببینه. ما این رو متاسفانه در اطراف شما نمیبینیم. حالا اگر بحث ادامه پیدا کنه حتما آقای قاسم جان سوال متعددی وجود بدین که آقای پهلوی پاسختون بشنوه. البته خوشحال میشم که بشنم مفصل سر این مسائل با آقای قاسم نژاد بار دیگر که در پاریس باشم صحبتی داشته باشم، اما خیلی سریع و نمیتونم پاسخ تمام نکاتی که ایشون الان مطرح کردن رو در عرض چند دقیقه بدم. اولا سر مسئله شکل نظام باز من تکرار میکنم، هر فازی فاز خودشه. ما امروز در فاز مبارزه برای آزادی هستیم. رضا پهلوی قبل از هر چیزی شهروند ایران هست، یک ایرانی هست، یک دموکرات آزادی خواه هست و آخر سر از دید یک بار سیاسی که به دوشش هست میتونه پتانسیل نمایندگی اون نهادی که یه زمان تو مملکت بوش به عنوان یک آلترناتیو ممکن در یک آینده ایران باشه. ما امروز در فاز مبارزه برای رسیدن به آزادی هستیم. حرف من با هممیهنانم این هست که وقتی که ما در این مرحله باستی مبارزه بکنیم، بایستی در نظر بگیریم که وظیفه و رسالت ما امروز چی هست. نقش هایی که احتمالاً در آینده افراد میتونن داشته باشن میتونه نقش های متفاوتی باشه، چون موقع با یک شرایط عادی و نرمالیزاسیون جریان سر و کار داریم و بنابراین میشه گفتش که فرض کنید نقش دوگل زمان جنگ جهانی دوم موقعی که در تبعید بود و از لندن عمل میکرد خیلی فرق داشت با بعد از اینکه اومد رئیس جمهور شد. بنابراین نقش من هم از این لحاظ امروز خیلی متفاوت با یک نقشی که احتمالاً در آینده ممکنه داشته باشم هست. این یک. دوم، من فکر نمی کنم که شما میتونید به این آسونی اهمیت این که در یک کشور و در یک شرایطی ممکنه که جامعه درک بکنه که چقدر مهمه که یه نفر این وسط نقش سیاسی نداشته باشه، یک نقش فرامسلکی یا فراحزبی داشته باشه و واقعا بتونه یک عامل وحدت باشه، دقیقاً به خاطر این بی‌طرفی، دقیقاً به خاطر اینکه هیچ برنامه خاصی نداره که از یک پلتفرم یا یک طرح یا یک ایدئولوژی خاصی بهره مند باشه. به طور مثال من خاطرم میاد در ابتدای سلطنت پادشاه کنونی اسپانیا درست بعد از دوران فرانکو، و این رو میتونید تحقیق کنید و بپرسید، رئیس حزب کمونیست اسپانیا میگفت که من حتی نمیتونم با همفکران خودم به اون راحتی صحبت کنم که با اون پادشاه مملکت هم میتونم صحبت بکنم. پس یک نقش صرفا تشریفاتی نیست، یک ارزشی رو اضافه میکنه که به نظر من با توجه به شرایط عینی کشورمون در طول تاریخ، یک کشوری که از ابتدای کشور هتروژن بوده به مفهوم ادیان مختلف، تیره های مختلف، باورهای مختلف و یک پارچه خودش رو شاید تا حدود زیادی در اون قالب یک وحدت ملی و یک عاملی که تونسته کمک بکنه به حفظ تمامیت ارضی و مملکت تا به حال باشه. حال این باز میگم گزینه است که مردم میتونن راجبش بحث بکنن و فوایدش رو یا شاید دیگه نیازی بهش نداشته باشن رو بهش برسن. و بعدم مسئله قیاسه. ببینید شما اگه ازتون بپرسم آیا سلطنت سعودی رو ترجیح میدید یا جمهوری فرانسه رو، جوابتون چی خواهد بود؟ من از شما بعد سوال می‌کنم. من نوبت من دیگه. اگر در فرانسه باشم یا در اگر بین سلطنت در عربستان سعودی امروز و جمهوری رو در فرانسه به عنوان مثال میگم در متد میکنید کدوم رو ترجیح میدید؟ آقای قاسم نژاد شما کدوم رو ترجیح میدید؟ طبیعتاً جمهوری فرانسه. خب اگر جمهوری قذافی رو در نظر بگیریم یا سلطنت سوئد رو مثلا، کدوم رو ترجیح میدین دوش باشی؟ طبیعتاً سلطنت سوئد. پس بنابراین شکل نظام تعیین کننده نیست، محتواش و ماهیتشه، درست؟
منتها ایران سوئد نیست. شما در جایگاه فان کارلوس نیستید. دقیقاً شما اگر فکر میکنید که اشکال از خود مردم و فرهنگشونه، بنابراین هیچ فرق نخواهد کرد شکل نهایی چیه. چون دیکتاتور سازی و بت سازی یک مسئله فرهنگی است، یک مسئله سیاسی. ما باید فرهنگمون رو درست بکنیم و بعد آزادی سیاسی رو بهش میتونیم برسیم و پیاده بکنیم. این کافی نیست فقط حق رأی داشته باشیم. اگه فرهنگش رو نداشته باشیم، حق رأی تنها کافی نیست و بنابراین از مسیر باز منحرف میشه، چه در فرم پادشاهیش چه در فرم جمهوریش. پس بیایم به عمق مسئله پی ببریم. و برای همینه که من اصلا بحث رو جمهوری و پادشاهی امروز نمیبینم، بلکه بحث رو واقعا قانونمندی، حکومت قانون، به اصطلاح تقسیم قوا و خیلی مسائل دیگر، جامعه مدنی و نقش که درش تمام ساختارهای فرا حکومتی و فرا دولتی باید داشته باشن. اینا درست اون مشاهداتی است اگه قرار باشه از تاریخ عبرتی بگیریم، لااقل به اینا باید نگاه کنیم. البته باز پیک اپ آقای قاسمی دیشان بحث مفصلی است و فکر نمی‌کنم که بشه در فاصله کم تمام جوانبش رو امروز پاسخ داد. اما من به این نکته فقط نهایتاً تاکید بکنم. ببینید، هدفی که من دارم امروز به عنوان یک ایرانی مبارز، نجات کشورم هست به این مفهوم که حق انتخاب آزاد مردم که امروز در اختیارشون نیست، مجدداً به مردم برگردونده بشه. و همیشه گفتم و باز میگم، تنها هدفی که دارم و خط پایانی تنها وظیفه و رسالتی که امروز برای خودم میبینم، رسیدن به آن روزی است که همیهنان بتوانند به شکل آزاد برن پای صندوق‌های رأی و سرنوشت خودشون رو اون روز تعیین بکنن. برای این حرکت من به مثل هر ایرانی مبارز دیگری باشون همراه هستم، همکاری میکنم برای اینکه به این مهم برسیم. به عبارت ساده تر، اول بریم اون منزل رو به وجود بیاریم و بسازیم، بعد سر موکت و کاغذ دیواریش و رنگش دعوا بکنیم. وقت ما پهلوی کوتاه، یه پاسخ 10-15 ثانیه. اگر شورای رهبری باشه، شما در کنار آقای موسوی و کروبی حاضر در این شورا شرکت بکنید؟ اگر هدف مشخص باشه که ما به چه میخوایم برسیم و به شکل شفاف بدونیم که آلترناتیوی که ما مجسم میکنیم ما برای این نظام هست. و چرا میگم ما برای این نظام؟ برای که تا زمانی که این نظام موجودیت داره، من محال عقله که فکر بکنم بتونیم به اون آزادی و دموکراسی که میخوایم برسیم. باید از این نظام گذر کرد و در یک آلترناتیو سکولار دموکراتیک آینده ایران رو جستجو کرد. اگه سر این میشه توافق کرد با آقایون کروبی موسوی، با کمال میل باشون همکاری خواهم کرد. تشکر میکنم از شما. وقت برنامه به پایان رسید. این بحث رو سعی میکنیم بعدا دنبال بکنیم. آقای پهلوی قول میدیدیم که بازم تو این برنامه موضوع رو... ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه هنر، تنها چه میکنی؟ خون میچکه از چشم تو، ای چشمه هنر، گریان چه میکنی؟ ایران غمین مباش، این نیز بگذرد، این فتنه همچو فتنه چنگیز بگذرد، با شیریز بیش پدیدار میشود، روباه حیله ساز گرفتار میشود، بردار میشود، اما به کوریش تاریخ در درون تو تکرار می شود. ایران غمین مباش، این نیز بگذرد، این فتنه همچو فتنه چنگیز بگذرد. در تمام این سالیان این گروه جوانی رو که در اینجا حالا آروم آروم در همین همایش می بینید، از بزرگان دوران پهلوی در این همایش در خدمت پادشاه ایران ایستاده بودند، جناب پهلو در اونجا بودن، فرزندشون و دیگرانی که دونه دونه، آقای مرحوم اصطلاح مروتی و دونه دونه کسانی که آمده بودن در خدمت خاطره ای از پادشاه فقید. حالا علت قضیه بر این است که من امروز دیگه اینو به شما نمیگم، این سه جوونی که نشستن آنچرا که قرار بود گفتند. به خصوص خوشحالم که اون دوستمون که آقای قاسمی که از پاریس بود، این جوانتر از دو شرکت کننده دیگر بود، آنچه را که در دوره پهلوی گفت ما فریادش رو زدیم تا روزگاری که اینها برن و پیدا بکنند و ببینند که در دوران پهلوی از هر نظر، شما از نظر زنان، از نظر اقتصاد، از نظر تعلیم و تربیت، از نظر راه ها، از نظر
ساختمون سازی از نظر رفتن به شهرستان ها. من در دوره خودم فقط دارم عرض میکنم که در حیطه کار خودم کتابخونه هایی که ما به اقصی نقاط ایران بردیم، نمایشاتی که به اقصی نقاط ایران بردیم، این شکل زیبایی و اشتیاق رو به تمام ایران میبردیم و در تمام جهان هم با شرکت میداشتیم. آنچه که مهم است این است که شما با این مصاحبه یک چیزی رو بدانید و مطمئن باشید که این اتفاق خواهد افتاد. آن روز اگر پادشاه فقید در فضای جهان میگشت، من از دیاکو خواهش میکنم اگر بتونی یه عکس از این هواپیمایی که امروز دیروز سقوط کرد یا گرفتار شد و یا هواپیمایی که امروز از الال گرفتن، اگر آن روز پادشاه ایران در آسمان جهان میگشت به دنبال خانه‌ای که برود، امروز همه جهان گرفتار شدند. امروز آرامش از تمام جهان گرفته شد. امروز بهار عربی با هی جیمی شد، یعنی جنگ در عربستان. امروز میکروب وبای جمهوری اسلامی، نه اسلام، میکروب وبای جمهوری اسلامی به تمام منطقه سرایت کرده است. دلیل دارد که وقتی پادشاه مراکش اعلام میکند دیگر هیچ مذهبی، هیچ کسی اجازه مذهب در داخل چیز نداره، در داخل مراکش نداره، در یکی از کشورهای آفریقایی چنین اعلام شده. از شما نگاه بکنید ببینید که در جهان چه خبره. از هر نقطه این جهان داره دود در میاد. الان اسرائیل با فلسطین، از اونور کشور بغل غزه با سوریه، از سوریه به لبنان، از لبنان بگیر برو به تمام کشورهای عربی، از وحشت دارن میمیرن. و بعد بغدادی که داره از همدیگه متلاشی میشه، سر نخ تمام این میکروب وبا از جمهوری اسلامی آغاز شد. امروز دیروز اینها بی توجه به تمام جهان نشستند. آقا شما نگاه بکنید که پادشاهی که اراده میکرد هر کسی از جهان میامد در خدمتش، اگر اون میخواست بره که 100 تا فرش قرمز میداختن، جهان در مورد سرگردانی او سکوت کرد. امروز جهان سرگردان سکوت خیش است. امروز پرزیدنت امریکایی که 8 سال با بیتوجهی خودش این جمهوری اسلامی رو به اینجا رسوند، ما رو در یک شرایطی قرار داد که دیگه فریاد من و ساسان کمالی و رافی خاچاتوریان و برای بچه های قدیمی دیگه لازم نیست. این جوانها به نتیجه رسیدند. اگر از من این بار سوال بکنید آقای مفید، در این 36 سال این همه فریاد زدی، با سازت، با آوازت فریاد زدی و دوران گذشته رو به عنوان یکی از زیباترین خاطرات زندگیت مطرح کردی، چی بوده است؟ میگویم این مصاحبه‌ای که شما دیدید. اگر تونستید ببینید، به دوستانتون باز بگید بنشینید و هیچی کنید. این واژه‌هایی که گفته می‌شود، این مردی است برای فصل امروز ایران. خانم آقایان، من همیشه امیدوار بودم، امروز بیش از هر روز امیدوارم، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان راه نیست پایان. غم مخور، با من باشین تا گم نشین. آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده آسمان رد که زخم خانه حافظ قدهی آورد است، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است. هم زبانان من